انیمیت دکمه یانو آف با مزه است. ولی سخت نیست. سلام، من حمید سهرابیم. خیلی خوشحالم از اینکه پای این ویدیو نشستی. امیدوارم که هر جا هستی شاد و سلامت و پر انرژی باشی. من تصمیم گرفتم که مینی موشن گرافیک هایی رو چند روز یه بار، چند جلسه یه بار بیارم تو داستان و تکنیک های جذاب و کاربردی رو بهت آموزش بدم. اگه موافقی اعلام موافقت کن توی کامنت ها و اینکه وارد نرم افزار افتر افکت بشی. این فایلیه که من طراحیش کردم و واسط میذارم. منتهای مراتب نامگذاری نشده، خودت نامگذاری کن. الیپس بی یعنی الیپس بلک، یعنی این در واقع چی؟ دایره‌ای که بوردر مشکی داره، اینه. خاموش روشن کنی میفهمی. الیپس این زرده است، آف اینه، آنمون یکیه، رکتنگل بی این مشکی است یعنی بلک، رکتنگل هم که این سفید است. نامگذاری تو بکن، وارد داستان بشیم. فقط یه نکته، وقتی که این فایلت میگیری درگ میکنی داخل نرم افزار، یه سوال میپرس، import kind رو بذار رو کامپوزیشن، اینو یادت نره. و بعد اوکی، حالا من این کارو کردم، اینا هاش بازش کردم، کنترل وای میزنم یه سالید سفید بسازم، انتر، سالیدم سفید، اشکال نره، رنگشو بعدا عوض میکنم، فعلا قفلش میکنم. خب داستان از این قراره که چی؟ میایم انیمیت میکنیم. اول از همه من انیمیت میکنم، بعدا یه جلوه یه موجدار به این میدم. موافقی؟ بیا این الیپس بیو، الیپس خالی و جفتشو انتخاب کن، کنترل شیفت سی، کامپوزیشن، این تیکا رو مثل من بزن، اوکی. اینا شدن یه لایه، یه پیری کامپ شدن. دوباره رکتنگل بیو، رکتنگل خالی هم کنترل شیفت سی، همین کار. ببین الان لایه هامون کم شد، یکی، دوتا، ستا، چهارتا، به همین سادی. اول از همه میام این پیریکام که الیپسه، اسمش هم انتر بزن، بزن الیپس، یادت باشه، اینم انتر، بزن رکتنگلز، حالا اینم یه اسم بزن به الیپسز که بدونیم دوتا. حالا اول از همه پوزیشن اینو دستکاری کن، آلت شیفت پی که پوزیشن رو یک کیفریم خودش بزنی، یا که پی بزن، خودت بیا روی این استاپ واچ کلیک کن. حالا کنترل شیفت رو نگه دار، فلش سمت راست، یک، دو، سه. البته یادت باشه این کنترل کا بزنی، این کامپوزیشن کیفریم باشه. بله، دوباره آلت شیفت پی که یه کیفریم پوزیشن دیگه هم بزنه. اول میخوام بگم این الیپس اینجا باشه، کا میزنم میپره رو کیفریم بعدی. میخوام بگم حالا شما بیا اینجا، ببین منظم باشه، اینجا نیاریشا، اینجا هم نیار، میزون فاصله یه اینجا باشه اندازه بالا پایین یه ذره، آره اینجا عالیه. اینا خیلی مهمه، ببین توی موشن گرافیک ظرافت بسیار مهمه، کلن توی گرافیک ظرافته که حرف اولو میزنه. اگر شلخت کار کنی برو خونتون. حالا ببین این چیکار میکنه. آها ببین، اول از همه من میگم آف باشه، یعنی این رنگ ماه باشه، رنگ خورشید نباشه، میاد اینجا آن بشه. خب ولی فعلا با رنگ کاری ندارم، فعلا بیا انیمیتش کنیم. ببین الان آفه، پس تکست آف هم باید سر جاش بمونه، ولی این آنه، آنو بذار منم بیارم این ور کنار آف باشه، بهت میگم چرا. منتها اوپاسیتیش صفر باشه، تی بزن اوپاسیتیش صفر، فهمیدی؟ تی یعنی اوپاسیتی، اپاسیتی آن صفر، چون فعلا کاری ندارم. ولی وقتی که میاد اینجا آن باید بره سمت چپ و اپاسیتی 100 بشه، قبول داری؟ پس آلت شیفت تی یعنی کیفریم اپاسیتی رو بزن، یک، دو، سه، برو اینجا آلت شیفت تی دوباره اپاسیتی، منتها این بار بشه 100. ولی چی؟ چه اتفاقی میفته؟ پوزیشن هم باید بهش بدیم دیگه، کما که اوپاسیتی 100 میشه پوزیشنش هم تغییر کنه، یعنی بیاد سمت چپ. پس دوباره آلت شیفت پی این بار یعنی پوزیشن کا بزن بپره رو کیفریم بعدی، آلت شیفت پی،
مون تا بیارش اینور. آها ببین اینجا نیاریشا. درست اینجا به نظرم خوبه. آره نه زیاد بالا نه زیاد پایین، همه چی اندازه. حالا اینجا رو نگاه کن، کما که این میاد داره آن میشه، ولی یه مشکلی هست. ببین وقتی میاد اینجا من میخوام اوپاسیتیش تکون بخوره، پس دقیقا میام این وسط، اینو یک دقیقا 10 فریم میندازم جلو، اینم 10 فریم میندازم عقب، اوپاسیتیش تو یه 10 فریم ظاهر بشه. میبینی نگاه، آها دیدی چی شد؟ اینجا اوپاسیتی صفر، از اینجا به بعد داره صد میشه. ولی اینجا بذار من آفو خاموش کنم، ولی اینجا زاویه است. من میخوام 5 فریمم اینو ببرم جلو. یک آلتو اینو انتخاب کن، آلتو نگه دار، 1 2 3 4 5. حالا نگاه کن، آها اینجوری خوبه. میبینی اوپاسیتی به موقع درست میشه و زیاد میشه. این الان درست میبینی. حالا با انیمیتاش کار میکنیم، همین بلا رو سر آف هم باید بیاریم. یادت نره عزیز، آلت شیفت پی کا بزن بپره رو کی فریم بعدی، دوباره کا، آلت شیفت پی و دوباره اوپاسیتی همین کا هم همین آفه هم مثل این باشه. آلت شیفت تی کا بزن بره رو کی فریم بعدی، آلت شیفت تی جی بزنی کی فریم قبلی میپره، کا بزنی کی فریم بعدی. منتها اینجا آفه درست، وقتی میاد اینجا آف هم باید بیاد سمت چپ دیگه. پس کا میزنم، البته به اجازه بده ببینم، اول اینجاست یعنی آفه، وقتی اینجوری میشه بله دیگه آف هم میخوام بگم بیاد سمت چپ، 1 2 قشنگ اینو میارم سمت چپ، دقیقا همین عین آنه حرکت میکنه. منتها فرقشون تو چیه؟ فرقشون تو اوپاسیتیه. وقتی اوپاسیتی آن داره زیاد میشه، اوپاسیتی آف باید کم بشه. فرقشون تو اینه، نگاه کن این آفه اینجا آن میشه. میبینی؟ منتها من میخوام این دوتا یه ذره جا به جا بشه اوپاسیتیشون. آره ببین اینجا اینم اجازه بده من یه ذره زودتر بیارمش، زودتر اینا در واقع چیشن ظاهرشون. نگاه آف میره آن میاد، به همین سادگی. پس داستان چیه؟ آن و آف پوزیشنشون یکیه، یعنی هم آف اینجاست هم آن، هم آف اینجاست هم آن، و آف و آن همزمان میرن سمت چپ، یعنی با هم حرکت میکنن. منتها اوپاسیتیشون متفاوته. وقتی اوپاسیتی آف صده اوپاسیتی آن صفره، کا بزن. وقتی اوپاسیتی آن صد میشه اوپاسیتی آف هم صفر میشه. دقیقا برعکس هم، فقط اوپاسیتیشون متفاوته. حالا مسئله بعدی اینه که این وقتی آفه باید چی بشه؟ باید رنگش عوض باشه، یعنی رنگش متفاوت باشه. حالا من اول بیام از رنگ بک‌گراند شروع کنم، قفلش رو باز کنم، رو بک‌گراند کلیک، از بخش افکت پریستن افکتسن پریست فیل رو فراخونی کنم، بنداز روی وایت سالید. حالا قرمز نمیخوای قرمز باشه، یه رنگ خاکستری بزن، مثلا با برایتنس 75. آره کیفریم بزن. حالا کیفریم که زدی یه کلیک روی لایه یو بزنی کیفریم ها رو بهت نشون میده. اینو بنداز کا بزن، دقیقا بیا کیفریم آخر. این بار اینو بک‌گراندشو چیکار کنم؟ حالت میخوام یه جورایی زرد باشه، میتونم از این زرده بهش بدم. آره دیگه این بامزه است، نگاه کن. کما که این آفه بک‌گراند خاکستریه، ولی وقتی آن میشه بک‌گراند زرد میشه. نگاه چقدر بامزه. آها ولی یه مشکلی هست، این دایره هم میخوام همزمان با بک‌گراند فیلش تغییر کنه. اگه من رکتانگل رو اینجا فیل بزنم خراب میشه. چرا؟ چون دو تا شکل دارم. پس میرم توش دونه دونه به اینا میدم، البته به اینا نمیخواد، فقط به این پایینیه، این که بردره هیچ. کنترل وی میزنم، هم فیل رو، ببین فیل رو من از روی این سالیده با کیفریماش کپی کردم، رفتم توی رکتنگلز، توی رکتنگل پیست کردم. نگاه اینهاش، منطقه برعکس باشه این دوتا انتخاب، کلیک راس، کیفریم اسیستنت، تایم ریورس، یعنی برعکس، اول زرد بعد خاکستری. البته من نمیخوام این زرد باشه، میخوام کمرنگ تر از زرد باشه. آره همچین چیزایی. آره اینجوری.
حالا نگاه کن چی میشه داستان. داستان اینه، البته این هنوزم روشنه. اجازه بده من یک کمی هنوزم در واقع غلیظه یه ذره از رنگاش بگیرم. این به نظرم خوبه. آره ببین، اول از همه اینجا که آفه، نه اشتباهمون اینه. ببین وقتی آفه، این باید خاکستری باشه، نه باید زرد باشه. اینجوری این باشه چی؟ 25 ببخشید، این باید باشه 20 و اینجا برایتنس 75. آره این رنگی. ببین وقتی آفه این رنگی، البته نه اینم خیلی تیره است، باید از بکگراند متمایزش کنیم، رو به سفیدی ببریمش. میبینی حالا متمایز شد. وقتی میره اینجا این باید یه ذره زرد بشه. آره اصلا نبا کپی میکردیم، اشتباهمون این بود. یه ذره زرد بشه. اجازه بده من این زرده رو کد رنگیشو بگیرم. چیکار کنیم؟ کد رنگیشو بگیریم از اینجا. البته نیازم نیست، حالا من کد رنگی اینو در بیارم. این فیل رو خاموش کن، البته نمیخواد خاموش کنم. اینو بزن، کد رنگی اینو بگیر، کپیش کن. من فقط این کارو کردم که کپی کنم. حالا کنترل زد بزن، بیا توی این پریکامپی یو، ببخشید اشتباه رفتم، توی این رکتنگله کا بزن، بپر رو کی فریم بعدی. اینجا باید اینو زرد کنی، منتها روشن. آره این رنگی. حالا نگاه کن، وقتی که آفه اینجوری، وقتی که آفه بک‌گراند خاکستری رنگ ماهه، وقتی آن میشه زرد میشه. منتها این الیپس هم باید همین رنگو بهش بدم. رنگ چی رو باید بهش بدم؟ باید دقیقا رنگ اینو بهش بدم اگه اشتباه نکنم. اصلا چرا این کارو میکنم؟ بی خودمون رنگ بدیم اشتباه هم نکنیم. خب الان آفه، اول آفه، پس باید یه فیل بهش بدم، اینم رنگ ماه کنم. منتها باید کد رنگی رو از اینجا بردارم. ببین از اینجا، اینه، این کد رنگی رو باید کپی کنم بدم به الیپس. آره باز کنم اینو، بریزم اینجا، اول این رنگی باشه، کی فریمشو بزنم. آلتو شیفت و کنترل شیفت و نگه داری، 1 2 3. این بار چی کارش کن؟ بکنش رنگ زرد. اول این افیکس رو وردار که رنگ اصلیش بیاد. حالا از اینجا اینو اعمال کن. گرفتی چی شد؟ من یواشکی این کارو کردم. حالا نگاه کن، اول آفه میاد اینجا آن میشه، خیلی خوشگل. حالا انیمیشنش رو باید درست کنیم. اوپاسیتی که هیچ، اوپاسیتی اصلا انیمیشنش خوبه، نیازی نیست. فقط این پوزیشن رو، اینو، این دوتا رو انتخاب کن، شیفت و نگه دار، اینم انتخاب کن، شیفت و نگه دار، اینم انتخاب کن. حالا همه با هم، همه با هم F9 رو بزن، برو تو بخش گراف، کل این گوشه رو انتخاب کن، بکش سمت چپ. حالا نگاه کن، آها منتهای مراتب، وقتی انیمیشن عوض میشه باید اوپاسیتیش هم جابجا بشه که درست بشه. یعنی اوپاسیتی باید بیاد اینجا، منتها باید یکم نزدیکتر بشن که بله درست شد. نگاه کن، آها گرفتی چی شد. حالا اوپاسیتی تغییر رنگ این رکتنگله هم همون بلا رو از سرش بیاری. میبینی گرافشون همشون باید یکی باشه تا منظم بشه. دوباره الیپسه رو این کلیک یو بزن، F9، برو تو گراف. آها این از این. حالا نگاه کن، تموم شد. فقط مونده اون موجی که میدم، من به یکیشون موج میدم، الباقیش دیگه خودت یاد بگیر. فقط به این آنه میدم. از بخش در واقع افکت هم پی ریست، افکت رافن ایجز رو فراخونی کن، منداز رو آن. با رنگش کاری ندارم. ببین وقتی برده رو تو زیاد میکنی چه اتفاقی میفته؟ من درست انداختم، روی آف انداختم، ببخشید، روی آن باید مینداختم. ببین وقتی این برده رو زیاد میکنی هیچ اتفاقی نمیفته، چون که باید اسکیل هم یکمی زیاد کنی. باز من انداختم رو آف، عجب آدمی ها. منداز روی آن. آها ببین من این برده رو باید کم کنم در حد 10، حالا کمترم جا داره، مثلا 5. اسکیل رو زیاد میکنم، یه ذره بزرگتر کنه این موجها رو. و این نگاه کن خیلی زبره، میبینی؟ واسه اینکه این زبری رو در بیاری اج شارپنس رو کم کن، یکم این محو کن اطرافشو، مثلا نیم یا حتی 3/10 خوبه، میبینی؟ یا حتی 2/10، یکم این اطراف رو نرم کنه و محو کنه بهتره. و حالا
چیکار میکنم واسه اینکه این تکون بخوره؟ میام این اِوولوشن رو یه انیمیتی میدم. یه کلیک میکنم رو این، میرم کی فریم آخر، چیکار میکنم؟ اینو میگم یه دور بچرخ. حالا نگاه کن، این اتفاق میفته. این نگاه میچرخه واسه خودش. میبینی؟ منتها این باید یه لوپی درست کنی دیگه. ادامه‌شون بعد این کی فریم‌ها رو کپی پیست کنی. به هر حال طول میکشه من بخوام لوپ اینم درست کنم. اگر متوجه این قسمت شده باشی میتونی لوپ این داستانم خودت درست کنی. این تمرین رو انجام بده واسم بفرست توی اینستاگرام، بهتریناشو انتخاب میکنم، استوری میکنم و معرفی میکنم. من حمید سهرابی ام. اگر خوشت اومد از این پایین کانالمو سابسکرایب کن و اینکه نظر تو واسم بنویس، هر سوالی داشتی تو کامنتا بنویس یا من جواب میدم یا رفقای دیگه. و اینکه تا اتفاقات بعدی و کلیپ های جذاب دیگه ارادت.